من هنوز خودم اون فایل صوتی رو گوش نکردم، ولی برای من گفته شد که شما دیداری داشتید با مادر ستار بهشتی همراه با جناب محمد نوریزاد. اگر که اشتباه در نقل مفهوم میکنم من رو تصحیح بفرمایید. و در اون دیدار گفتید خانم نرگس محمدی دیدار داشتید و بعد در اونجا جمله‌ای رو فرمودید که به نظر من یک جمله تاریخی است و من به عنوان صاحب پرسش آخرم از شما دلم میخواد شما توضیح بیشتری در مورد دلیل این اظهار نظر بفرمایید. شما فرمودید در این دیدار که من امیدوارم که روزی فرا برسه که مردم ایران من رو به خاطر یک رأی که به جمهوری اسلامی دادم محاکمه کنند. آیا این نقل درسته؟ بله. من در آخر نامه ای که اخیراً منتشر کردم که در سر ما رأی دادم مسئله 12 اردیبهشت به رفراندوم تغییر نظام بود که خمینی اینطوری درست کرد که بری آری یا نه، ولی در شرایطی مردم قرار داد که اگر بگن نه، یعنی پس سلطنت طلب هست، سلطنت میخوان در اون شرایط. من هم یکی از کسانی بودم که رای دادم به این جریان و هنوز هم میگم و این من نوشتم که من به اندازه اون یه رایی که دادم در اعمالی که در این 35 سال اتفاق افتاده، جنایت هایی که شده، کشتار هایی که شده، خودم مسئول میتونم به اندازه یک رای از اون میلیون ها رای و حاضرم به خاطر این رایی که دادم عرض کنم که جوانای مملکت، جوانایی که در مقصر متولد هم مشروع بودن، این اولی دارن الان مشکلات مملکت رو تحمل میکنن، زرز میکشن از زرزی که وجود داره، حالا چه دانش آموز چه جوانه دیگر، من رو بیان محاکمه کنن و من بگن چه خود چرا رای بی مطالعه کار کردی، چرا آینده نگری نکردی، که من هم مجبور بشم جواب بدم که اگر قانع شدم و آنگ نشدم حکم برای من صادر کنن، منو مجازات کنن، در حالی که من 35 سال دارم مجازات میشم و قاهات میگرم. اما یه نکته رو من میخوام عرض بکنم در پایان سخنم. ایشون آقای لاجوردی فرمودن که ما حتی با اعدام شاه هم با اعدام عرض کنم که علات شاه جدید خامنه هم مخالفیم. بله اینطوری است. من در تمام نامه حتی در همه نامه اخیرم که نوشتم میشم آقا شما بیا خیلی عرض کنم که آبرومندانه به قول معروف با من دوم صحبت کنم، بگو من اشتباه زیادی کردم، من به شما عرض کنم ظلم کردم با عامل فساد و فحشا و این مسئله در من میکرد شده، من شما معذرت میخوام، توجه میکنم و من استعفای خدا میدم چون من صلاحیت این کار رو ندارم و واقعا هم چیز صلاحیت این کار رو نداره. نمیدونی کسی اصلا انتقام وجود گیری کنم در باید این مسائل رو خود این دستگاه شایع میکنه که اگر وضع برگرده تمام نمیدونم آخونده رو مردم تکه میکنن، تمام نمیدونم خانواده شد، نه اینطور نیستش. ما یه بار تجربه گرفتیم بسه. ما اصولا اهل خشونت نیستیم، اصل محبت هستیم. ما میگیم آقا شما فقط بیایید بگید که چه کارهایی کردید، چه اعمالی انجام دارید که آید دخوانی که این کارها رو نکنند. بنابراین این مسئله کاملا صحیحه، اصلا کسی نمیخواد که من آقای خامنه یا دیگران یا دیگرانی که واقعا این جنایات رو مرتکب شدن بخواد انتقام بگیره، این دو تفرسه رو نمیخوام ایجاد بکنیم و از کنم که همین است. من امیدوارم که مردم ها روز به روز خواست کنم که آگاه تر بشد. من فقط در قسمت آخریسی که شما رو شال بکنه، این آقای نوریزاد یه نمایشگاه این هفته گذاشتن در تهران از کار هنری خودش، نمیتونی شده هنروان من هم مجرد بسازن هم نقاشن هم فیلم بردارن دو از کنم، یا این نمایش رو اشته بودن. اصلا شما باید میبودید امیلی چه استقبالی از این نمایشگاه، 4-5 زن بود شد و 99% هم جوان ها. این جوان ها کی هست؟ این جوان ها توجه میکنی حالا چه احترامی برای ما حائل بودن تو جلسه، چه کارهایی میکردن و اینا، اینا کسانی هستن که واقعا از این وضع موجود رنج دارن میبرن و
میخوان مملکتشون درش محبت وجود داشته باشه، این خشونت، این خون خشونت از بین بره. و در هر حال من بسیار به این نسل امیدوارم و معتقدم که این نسل آینده را خواهد ساخت و مملکت ما هم به سوی آزادی و عدالت و برابری گام و برخواهد داشت. اما شرط اول و شرط اساسیش این است که اولا ما کار فرهنگی انجام بدیم، همونجوری گفتید، و عرض کنم که و در مرحله دوم ما دست از این اختلافات و خود به خصوص در خارج، من خبرهایی حال توی سایت هم میبینم تو این سه نفر بردارن دیگه بیان روی یه موضوع اون هم موضوع آزادی و مردم ایران هست با هم بیشینن توافق بکنن، این یک سی میده و این سی میده، این فوش میده و اون هاش فوش میده، این اون دسته رو در متعمقه دیگه بس. به خدا ما که در ایران هستیم، من چه آدم اینم کار با هم به بیلوی مردم رسیده، مردم در هر حال آسی شدن. و این نکته آخرم بگم که اصولا حکومت ایران، این نظام ولایی با این کارهای اعدام کردن و کشتار و زدن و زندانی به اون صورت از کنم که حمله بش کرده، اینا فقط میخواد ایجاد رعب و وحشت بکنه، مردم رو بترسونه. و من سفارشم به جوان ها، دیروز هم باز در همون مجلس گفتم، جاهای دیگه هم گفتم، آقا نترسید، شما از چی میترسین؟ اگر قرار است کسی بترسه، اونهایی هستن که این همه جنایت در این 35 سال مرتکب شدن. ما که انتقاد کردیم، ما که گفتیم آقا نکنید، این راه غلطه، این راه سید. من روز اولی که اینا مونن انقلاب فرهنگی دانشگاه رو اصلاح کنید، نه در اون نامه هست، حالا بایگارت ها ما نوشتیم رو که مدیره دانشگاه نشان نکنید این کار رو، این راه اسلامی کردن دانشگاه و این راه انقلاب فرهنگی نیست، جز این که شما جوان ها رو از کنن که بکشونید به از کنم کارهای خشونت آمیز، نتیجه دیگر نمیگیرید. و دیدیم که ایچ نتیجه کردن، تا سه بار انقلاب فرهنگ کردن، ولی باز آقای خامنه ای شعار میگه که امسال سال فرهنگ و اقتصاد، از سال کدوم فرهنگ معلوم نیستش. در هر حال این جوان ها آمادگی زیادی دارن، جامعه آمادگی زیادی دارن و جامعه ایران عرض میکنم من استدامی است که در خارج هم توجه میکنید، یه مقداری این اختلافات رو کنار بذارید، در داخل ایران هر کسی که مسیر مردم نره خود به خود ترد میشه. الان شما اگر دقت بکنید این گروه هایی که هستن، حالا من اسم نمیارم، توجه میکنید اینا دیگه ترد شده هستن، فکر نو بیار، توجه میکنید اگر فکر و اندیشه نو اومد جوانه استقبال میکنه، و اگر بخوای همون حرف های گذشته و انداز کنم که اون تکران و مکررات اگر انتظام این کار باشه اونجوری میشه، اون انتظام اگر حکومت بره من که تجزیه میشه، و از این مزخرفات، از این حرف ها، از این زکه شاه هم اگر یادتون باشه مرتب میزد میگفتش که اندام ایران اگر من برم ایران میشه ایرانستان، به توجه به مسائل در حال من امیدم اینه و خواهشم تقاضام در این دیگه روزهای آخر عمرم هستش از دوستانی که در خارج از ایران هستش این است که هستند، این است که یه مقداری در هر حال این مسائل کنار بذارم روی یک اسکان که واقعا ایران آباد بشه، ایران آزاد بشه، ایران از کنم یک سرزمین قابل زیست بشه، با هم توافق بکنن. حالا هر کسی یه فکری داره، یه عقیدهی داره، یه نظری داره، اون جا به جای خودش مورد احترام هستش، ولی بیام در این مورد از کنم نجات ایران با هم متحد بشیم و دست هم بدیم. و سلام، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. به اتفاق آقای دکتر لاجوردی، خواب آرامی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوار هستم که در آینده باز ما افتخار گفتگو و شنیدن صدای شما رو داشته باشیم.